سلام علیکم. سلام. چرا باز با مکس گفتی؟ یادم میره. یادت میره من سلام میکنم تو سلام میکنی؟ یه چیز خاصی نیستش که یادت میره. تو خودم نگاه میکنم. به لنز باید نگاه کنی نه به تصویر خودی. امروز اومدیم خاطره آشنایی بنده احسان چه کبیر با این دختره که چیز با مهرانه رو براتون شرح بدیم. این حقیقت در این ویدیو بیان میشه. ما جفتمون من متولد 22 تیر 78 و مهرانه مهرانه تولدش یه خورده جالبه. خیلی هم هیچ وقت ممکنه که یادتون نره تولد مهرانه رو یه بار بشنوین دیگه یادتون نمیره. خوبه. من 22 تیرم و ایشونم 22 بهمن هستن، فرزند انقلاب. آرزو دمیده از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها، این پیروزی خجسته باد این پیروزی. اولین باری که بازش تولد گرفتم اومده بود تو کافه، ساب کافه، آهنگ بوی گل سوسن رو دادم. مهران اومد وارد شد، بوی گل سوسن. خیلی باحال بود. بوی گل سوسن و یا تمنای دیگه. من ورودی 96 علوم کامپیوتر دانشگاه گلستانم. ورودی 97 روابط عمومیه. احسان یه سال زودتر اومده بود دانشگاه. بله من یه سال زودتر اومده بودم، با محیط دانشگاه آشنا بودم. شخصیت بسیار برجسته و بسیار خدمات ارزنده. مثلا می اومدم داخل و همه دخترها اینجوری احسان اومد، ای بچه ها احسان اومد اینجوری. 100% صحیحه. بسیار بنده شخصیت برجسته ای بودم در دانشگاه. خود خلاصه فیمس بودم، همه منو میشناختن. یا پایین بابا بیا پایین سرم درد گیره. حالا یه ذره باشی برم. این خانم که وارد دانشگاه شد تله ای انداخت که من رو در چنگ خود. من تله انداختم که تو رو در چنگ خودم. بله بله بله. الان من ماجرا تعریف میکنم. واب به واب ماجرا رو من الان تعریف میکنم. نخه نخه. من اون موقع یک رفیقی داشتم. من اون موقع داشتم روی کتاب من داشتم روی کتاب کار میکردم. آقا من خیلی شخصیت برجسته ام. من کلی کتاب خوندم تو زندگی. سیسمس بس من چیز نا نا کنیم. یا این کتاب های ماست. اینا کتاب نه، این کتاب خونه من. این کتاب ها رو خوندم. درسته من از دور ببینی انگار که گاوم، ولی نه درونم لایه های فریختگی وجود داره. من خیلی آدم فریخته ایم. زیاده من خیلی کتاب خوندم، خیلی مقالات، من خیلی علم بسیار بسیار بالایی دارم. من اینجوری نبینی شهر به هم میریزم. دست درد نکنه. ما داشتیم روی کتاب کار میکردیم که قسمت یکی از کاراکترهای طنزشو بنده داشتم کار میکردم و خیلی جدی جلساتی ما برگزار میکردیم، میومدیم میرفتیم و با این خانومیمون همش چرت و پرت بود دیگه. تو از وقتی اومدی دیگه چرت و پرت. قبلش ما جلسات خیلی مهمی برگزار میکردیم در رابطه با موضوع کتاب و اینا. خلاصه که اون خانوم حتی یک خط از کتاب نوشته نشده بود. اون خیلی خطای زیادی ازش نمیشه شده بود، ایشون نمیدونه. اون خانم همخوابگاهی ایشون در اومده بود. این خانومی که احسان داشت باش کتاب کار میکرد واحد روبروی اتاق من بود. اتاقش روبروی اتاقش. من با نازنین تو آسانسور یک بار با هم دیگه برخورد کردیم. بعد جمعه بود، من تنها بودم تو اتاقمون. بعد گفتش که حالا که تنهایی بیا پیش من. چطور به تو گیردن؟ من که رفتم گفتش که قراره که بره پیش احسانه در مورد کتابشون صحبت کنن و اینا. جلسه کاری داشتیم. که این خانم کاری نبود اون جلسه واقعا. چرا چرا جلسه کاملا کاری داشتیم. که این خانم خودشو انداخت وسط گفتش ای منم میام که احسان جونو ببینم. بعد احسانو با دوستمون محمد اومد. محمد مشدی اونم بود. همیشه از هم اول تو زندگی ما بود. نیک بعد آره. بعد احسان موشم خیلی اعصابش خورد. آه بذار بگم چی شد. من خیلی اون موقع گوشی عوض میکردم. من خوره یه گوشی دارم کلا. بیشترین زمانی که یه گوشی تو دست من بمونه مثلا یه ساله عوض میکنم، یکی بهتر میگیرم، بدتر میگیرم، یه ذره سرش میذارم. خلاصه کلا تو دیوار دنبال مثلا گوشی موشی میگردم. نمیدونم چی داشتم فروختم. اکسپریای زد 2 خریدم، سونی اکسپریای زد 2 که اینور 6 هست اینا. بعد گوشی رو گرفته بودم. من اون موقع خیلی
رنا و خوشتیپ و اینا و موهام خیلی بلند بود و اینا. بعد آقا گوشی رو بلند نبود، یک کم از اینجا از اینی که هست بلند. نه خیر نه خیر، من موقع موقع بلند سشوال میکشم. آفرین آفرین آفرین، من موقع خیلی جذاب بودم. خلاصه الان نبینین خفت و خاری افتادم، اون موقع به هر حال جذابه و جوان و جولیای نام بودم. من گوشی رو خریده بودم اکسپریا زد 2 رو، بعد مثلا چند شنبه بود دقیقاً یادم، مثلا سه شنبه بود اون روز. آخر هفته از گرگان میرفتم آمول، دیجی کالا خرید زده بودم، سفارش داده بودم، گلس و قاب واسش گرفتم. گفتم من این مثلا یکی دو روز دیگه نرم مغازه دار مثلا گلس بگیرم که تا دست بکنی تو آستینم و اینا، دیجی کالا بگم ارزان‌تر میفته، بره آمول. من این دو روزه مثلا گوشی رو دارم تا برم آمول یه گلس بندازم روش. داشتم سشوار میکشتم، گوشیمو گذاشته بودم روی دسته مبل. بعد اینا من داشتم سشوار میکشتم، زنگ زدن، گوشی ویبره خورد در دسته مبل، شلاپ بیافتاد پایین. افتاد پایین، زارت LCD شکست. گوشی که یه روز و نصف بود من گرفته بودم، LCDش زارت شکست. بعد منو تو تصور کن که اعصابم اعصاب سگ خیس زیر پل خواب بود اون موقع، واقعا یه عصبی اصلا قاطی کرده بودم. بعد اینا هی زنگ میزدن، گوشی LCD شکسته بود، تاچش کار نمیکرد، من نمیستم جواب بدم. رفتم همخونه ایم، یه گوشی درب و داغون زپرتی داشت که مثلا بعد پوست آدامس موزی تایه قابش بود که باتریش به چسب روشن بشه. اینو گرفته بودم، سیم کارت انداختم گوش به زور اینجوری شماره گرفتم و خلاصه آقا ما با این خانم رفتیم بیرون، با این خانم و دوستمون محمد اینا رفتیم بیرون. من سگ، ببین دیگه تو اون لحظه من به هیچ جنبنده‌ای نمیتونستم حس داشته باشم. ببین دیگه این چجوری مخ منو زده، ببین دیگه من چی بودم که تونستم مخ تو بزنم. پس به این نتیجه میرسیم که این مخ منو زده. نه نه حقیقت پشت دهن باقی نمیمونه. شمارش رو به من داد و نمیدونم پیام بده. من شماره ندادم. چرا دیگه؟ من به من پیام میداد، مزاحمت ایجاد میکنم، من سر کلاس بودم به من پیام میداد فلان، هی دلداری میداد، میگفت آره گوشی شکسته اشکال نداره. هیچی دو آخر مدارم شدن. ما چت تلگرام اونو پاک نکردیم اصلا اون روز اولی که پیام داریم تا الان هست. میتونم بذارم یه اسکرین شات از اولین پیامی که دریافت کردیم. من سر کلاس بودم، به خدا اولین پیام من سر کلاس بودم. کذب محض این مورد. اولین پیام قشنگ میتونی بری ببینی. روز به روز پله های ترقی رو من طی میکردم و این خانم همچون بختک اینجوری با من چسبیده بود و همینجوری من که پله ها رو طی میکردم این همینجوری شنل منو مثل شنل سوپرمن اینجوری داشت و همراه با من خودشو میکشون به سمت بالا. خب من یعنی ترم من 20 دارم تموم کنم. من قانونا من دهی مثلا. ببین اینا درساشون، خدا سر شاهده درساشون، من به رشته روابط عمومی توهین نمیکنم ولی واقعا رشته آسونیه. ما پاره میکنیم خودمون رو، اینقدر کد مینویسیم، نمیدونم پاره میکنیم، پروژه میدیم واسه یه نمره. و اینا یه درس داشتن، از غروب آفتاب عکس میگرفتن 10 نمره استادشون بهش داد، 10 دانشگاه دولتی 10 نمره استاد بابت عکس از غروب آفتاب به اینا داد. بعد انتظار دارن که من مثلا درس کامپیوتر رو هفت ترم تموم کنم. این عین واقعیته، این جمله عین واقعیته. من پارسال میارم تو ویدیو شهادت بده. بعد ناگهان دیگه اینا چیه که فکر کنم مثلا اون درس رو بگم دو سه نفری افتادن. چرا چرت و پرت داریم؟ چرا اصلا اینطوری نیست؟ تو کلاس یه خلاصه به هر حال فرقی هست بین رشته های تاپ لول مثلا علوم کامپیوتری و رشته های دیگه. خلاصه الان یه سالی هستش که گرگان زندگی میکنیم. پارسال 30 مرداد ما عقد کردیم که ببینیم کی میتونیم عروسی بگیریم. الان یه خونه دانشجویی طور کوچیک اینا داریم. یعنی همه چیمون دانشجویی، خونه گرگان الان اصلا آره. تو این فقط خونمون عوض کردیم. آره فعلا خونمون عوض کردیم. یه عرضم به خدمتتون که آره الان اینجا هستیم تا درسمون تموم شد و همزمان کارم میکنیم و خرجمون در میاریم و همین دیگه. هرچی پول در میارم میدم سر ما این مانتو میخرم که تنها بانکی که ما وام نگرفتیم بانک خونه. توصیه میکنم به تمامی دوستان عزیز از وام های ازدواج استفاده کنیم. موقع ما 5 میلیون بود نفری، الان فکرم 100 میلیون شده.
بعد اینکه خلاصه وام ازدواج معمولی، وام ازدواج دانشجو، هر چی وام بود و بگیری. خلاصه ما وام زندگیمونو پیش میبریم. اگر سوالی بود بپرسین حتما. آره تو کامنت ها اگه سوالی بود بپرسین. بعد اینکه لایک و کامنت و سابسکرایب کنن حتما چیز کنین. کامنت انگلیسی بذارین چون که میپره سابسکرایب. چه بدبختی ما، یعنی واقعا بدبختیم. چه وضعشه علاوه بر گیرهای زیادی که هست میایم ویدیو رو میبینیم کامنت میذاریم و یوتیوب ما رو بات تشخیص میده، یعنی فرق ما با ربات فکر کنم سطحمون با هم برابره. کامنت انگلیسی بذاریم. خیلی آدم فریختی هستم، این کتاب بهتون معرفی میکنم. کلا باور کن 20 دفعه بیشتر از این کتاب رو نخوندی. چرت و پرت میگه، من 3 دور این کتاب رو خوندم، کاملا کتاب خوبیه. از جلدش مشخصه که کتاب کاملا پرباریه. چذب مخزن این کتاب عالیه. من از وقتی این کتاب رو خوندم تونستم که موفق شم. پکیج های موفقیت منو میتونید لینک زیر یک نمونه از صدها کتابیه که من مطالعه کردم. به هر حال